انشالله تختی ارسن. ایشالله حالش بهتر شد، باید راهی شه. تهران؟ به ناله اینه که من غم دارم امشب، نه دلسوز و نه همدم دارم امشب. دلم زخم است از دست غم یار، هم از غم چشم مرهم دارم امشب. همه چیزم زیادی می کند حیف، که یار از این میان کم دارم امشب. رفت و کورم در سینه افروخت، ببین آه دمادم دارم امشب. به دل جشن و عروسی وعده کردم، ندانستم که ماتم دارم امشب. در آمد یار و گفتم دم گرفتی، دمم رفت و همه غم دارم امشب. به امیدی که گل تا صبح دم هست، به مژگان اشک شبنم دارم امشب. غم دل با که گویم شهریارا، که محرومش ز محرم دارم امشب. یوگون میاسیز، Allah sizi mənə çox görməsin. Çöz əşdi. Xayş edirəm, mənə uzaqmasın. Ses vermem, sen de yorulma. Kadayın ölen inşallah. Biz canım. Ağlama. Ağlama. Allah'ım.
مزاحم شدم؟ نه خیر، صفا بردیم. میرزا عبدالرحیم تبریزی، محمد حسین خوشکنابی. قند هم اگه برسه نوبه الانور. بله بله. خیلی ممنون. میشه جان؟ سهرگاهان که مخمور شبانه، گرفتم باده با چنگ و چغانه، نهادم عقل را ره توش از می، ز شهر هستیش کردم روانه. نگار می فروشم اشوه ای داد، که ایمن گشتم از مکر زمانه. ز ساقی کمان ابرو شنیدم، که ای تیر ملامت را نشانه. نبندیزان میان طرفی کمروار، اگر خود را ببینی در میانه. میانه پدرم میگفت میانه به بعد هوا غریب گزه. اونجا که رسیدی خاک تمیزی پیدا کن و یه انگشت از اون به دهنت بزن، تا از آسیب و آفت در امون بمون. من این کارو میکنم، اما به نظر شما معتقدم که جناب سردار سپه در امور نظامی از همه کس خبره تر است. تو نگفتی جناب سردار سپه هیچ سر رشته ای از امور پلیتیک ندارد؟ گفتی یا نگفتی؟ نه اینجوری. عرض کردم حیف از وارد پلیتیک شدم. ایشان سربازند و یک رنگ. عالم پلیتیک هزار رنگ دارد. پس تو هم اهل پلیتیکی مردک که به دقیقه رنگ عوض میکنی و حرفایت را تغییر میدهی. هر کس دیگه هم جایشون بود با این تفنگ و فشنگ شما و با این اولدارم بولدارماتون عقاید خودشو کنار میذاشت، عوامر شما رو تصدیق میکرد. اصلا تو اجازه داشتی حرف زدی؟ اینگاه تنید تو از همسفرت بیشتر میخره. اگه میخواییم بدونیم من همسفرم از شما ترسیدیم، خیالت راحت کنم، حسابی ترسیدیم. چه بسا خشتکمون هم خیس کرده باشیم. اما اگه این کارا رو به خاطر هواخواهی از سردار سپه میکنیم، فکر نمیکنم اگه بشنفن زیاد خوشحال بشن. شما بی سبب مردم از این گریزون میکنید. بچه پررو، بد جوری تنت میخوره، اولاخ. خیلی خوب رفقا، خیلی خوب. حالا که چیزی نشده. من غلط کردم، گلاب برو تو خوردم. بفرمایید، بفرمایید بارو بارستی کن. حالا این شده از فیستا. برو، برو. از کجا معلوم تریاکی که چیزی همراه نداری؟ روح جدت شد. از تبریز به تهران تریاک میبرن که من نفر دوم باشم. هر حال من نمیدونم، یا بازش میکنه یا میذاری میل بزنه. بالاخره نگفتی تو این همه گونی پیچی داری؟ یا همینقدر بدان که ز دستت خاطری پر پیچ دارم. زنی گر چوب دیگر هیچ دارم. من نفهمیدم چی گفتی، یه بار دیگه بگو. عرض کردم بار شیشه دارم، کریستال بوهم. پس یه هزار تومانی بار قاطر کردی؟ کمتر از به جان شما. به جون خودت. عجب شعری گفتی، یه بار دیگه هم بگو. عرض کردم. ای بابا این بیچاره اینقدر اذیتش نکنین، آدم محترمی به نظر میاد. دهنتو ببند دیلا. چیشو این حرفا چیه؟ داره خزعبل میگه که وارسی نکنیم. بده من اون میلو. دست کن پدر جان. کریستال ها رو که بشکنی روح مرا شکسته ای. بیا بگیر. این رو هم بگیر. لا قسم بخور الا شیشه چیز دیگه ای همراه نداری. به ابوالفضل قسم، به پیر، به پیغمبر. اینو از اول قسم میخوردی، خیال ما هم راحت میکردی. از اولش هم تقصیر من پدر سوخته بود، حالا خرفم شده. از دست اینا ناراحت نباش، اینا هم خرج اهل عیال دارن. ای بیلد چی کار کنم؟ ای بیلد
میشه اون شعر یه بار دیگه بگی؟ خیلی خوشم اومد، میخوام حفظش کنم. روز دستت خاطری پر پیش دارم، زنی گرچوب دیگر هیچ دارم. این هم سواد شهر غزنی. شنیدی جوا؟ اونجا شهر قزوین است. از اونجا به بعد با درشکه میرم. چه خوب. میدونی؟ داشتم به تاثیر شعر روی مردم فکر می‌کردم. به مجردی که یک بیت شعر خواندم، یه قزاق ملتشم زمین تا آسمان رنگ عوض کرد. بی خود نمیگوین ملت شعر و شاعر. نگرفتی. اولا صداتو بیار پایین، ثانیاً خان فرمودن یه تومن کمه، باید دو تومن بدی، حق آب و نونت هم دو برابر کرده. میگه من سر گنج نشستم، هگه دیسن گرسن من دیسن پول پول. مرد حسابی، این همه تویله خالی تو این شهر، میرفتی یه جا بس میشستی ارزونتر، یه راست پشودی اومدی سر تویله خان، انتظار داری مجانی تموم بشه؟ لعنت الله علی قوم ظالمین. بیا بگیر شکم این خان که سیرمونی نداره، فقط خان و میراخورش که نیست، اینجا از صبح تا شب فقط دست بگیر دارید شما. عسکر افندی بسات چای آقا رو بیار. آقا اینو گفتم بکش، چند بار باید بگم اینو بکش؟ نذار اینجوری بمونه. قوره نشده مویز شدی؟ این که قاطی داره، دست کج. از کار مهتری فقط جودوزیشو یاد گرفتی؟ آخه خودت که میدونی بیمای فطیره، قابل شمارم نداره. دو زردن اون چار پنج سیر انجیری که دفعه پیشم آوردی نصفش کرمو بود. حالا سمن شد چار پنج سیر دیگه. درشکتون تا یک ساعت دیگه حاضره، خستگی در کنید، کارم داشتید به خودم بگید. اونا رو گفتم همونجا بردارین دیگه، خالیش کنید زودتر. چی شد؟ همون دندون خراب است. درد داری؟ نه زیاد. گربه پرید تو هجله، سرشو بکن تو دجله، گربه که بی جون میشه کار همه آسون میشه، گربه میو میکنه برات حوث هوو. چیه؟ لابا تو هم آقازدی خانه دیگه، اومدی حقم منزلی تو با اون بابای الدنگ از من بگیری؟ نه من مسافرم، میخواستم بدونم برای چی اینجا بس نشستی. فضولو بردن جهنم، بقیهش که بلدی. گفت ایزامش تره؟ گفت پس کنیم سوزاش. گربه پرید تو پندری، کنج گله و سکندری، گربه پرید تو پشت بود. سن نارسی شایی بده تا رازشو بگم. چیه؟ مگه آدم تا حالا ندیدی؟ خیلی خب بابا، این نفر رو مهمون ما باش. طرف زده سر طلبکارشو با دو تا بچهش گوش تا گوش بریده. حالا اونجا بس نشسته بود در امان؟ در امان؟ تو سرطویله خان دست فلکم بهش نمیرسه، چه برسه چند تا شهربانی چیه چلغوز. چیه؟
هرچی جورتر میریم اوضاع بهتر میشه. غلط نکنم تهران برسیم قورتمون میدن. عادت میکنیم. آمان آمان آی ایرلی olur yaman ay ayrılık Eşiden de başımdan kopar duman ayrılık Aman aman ay ayrılık olur yaman ay ayrılık Eşiden de başımdan kopar duman ayrılık Kuşlar uçar çollarda gül butası yollarda Hardasan yarım harda gözüm kalıp yollarda Aşık şirin cana, kalmışam ben divana Atıp gedim beni, kalmışam yana yana Kanadi kahrim ana, gelmedi rahmim ana Doldurur kan piyalesin, içirir zehrim ana Doldurur kan piyalesin, içirir zehrim ana Yar şirin sözlerinden Doymadım gözlerimden Bilseydim ayrılıktı Öperdim gözlerimden Yar şirin sözlerimden Doymadım gözlerimden Bilseydim ayrılıktı Öperdim gözlerimden Öperdim gözlerimden Öperdim gözlerimden اینا برای تو خوندم جوون قدر خودتو بدون فکر نکنم هرگز عادت بکنم به درد دندان؟ نه به تهران هنوز نرسیده این جا زده جوان حکیم میشه خواهش کنم یه آواز دیگه ما رو مهمون بکنی؟ کربلایی هرچی هنر داشته رو کرد نوبتی هم باشه نوبت ماست فقط حیف که ضرب نده عاشق روی تو شدم منو بگیر مقیم کوی تو شدم منو بگیر کلم گلوی تو شدم منو بگیر یکی داره در میزنه جام نخور در و بلنگر میزنه جام نخور باید باشید شادی کنید شادی کنید هلل کنید هده خانه میر پنج علارا مقام کودتا فرمودن رضا خان میرپنج کودتا فرمودن بله بله با سواد قلدر رفت بی سواد قلدر جاشو گرفت الله حضی رحمت است دیگه داریم میرسیم تهران هر از گاهی سری به ما بزن یاری آجی آجی مکه ها شهر شهر فرنگ از همه رنگ شهر فرنگ از همه رنگ بیاین تماشا کنین بیاین آخه از دروازه قزوین تا اینجا فقط 10 شایی همین رو تهی کرده بودیم دیگه عزیز من بارت جا سنگین بود منم ملتفت نبودم ببین حیوان بیچاره از خستگی چه کفی به دهن آورده صبر کن ببینم تو 5 شایی رو 10 شایی گرفتی دو قرتونیمت هم باقیه بی برو دنبال کارت جمعون مردم ول کن بی برو بابا 5 شایی زیاد گرفتی؟ برو بابا آقا که میگوتی همه 15 شایی میگیرن این بود مهمون نوازیتون؟ از تبریز اومدی؟ بله باشالله تو شهر شما شهر فرنگی نیست؟ چرا یکی دو تا هست منطقه ما ها نباید نگاه کنیم
اصلا اینجا کسی من رو نمیشناسه. بیا اینجا من نشونت بدم. بیا بیا ببین اون سومی رو میبینی؟ آها بیشین زمین اون تو رو نگاه کن. بیشین نگاه کن. باریکلا الان نشونت میدم. شهر شهر فرنگ از همه رنگ، خوب تماشا کن این دختر پادشاه فرنگ، پتروس شاه ارمنیس که سوار اسب قصر میره. اونی که میبینی با چشمای خون گرفته و سبیلای چخماقیه وزیر دست چپ پادشاه است. اون اومده که دخترشو خواستگاری بکنه. بله حالا این برا نگاه کن، اون آقا رو میبینید؟ اون جوونو. اما اون جوان بخت برگشته که سوار اسب سیاست، عاشق دختر پادشاست. اما بختش مثل رنگ اسب سیاست، چرا که وزیر دست چپ به جلاد گفته سر جوانه رو ببره و بپرسه واسه والدش. این قصه امروز ما. میخوام یه شعر براتون بگم، بخونین مشتری جمع کنیم. دست درد نکنه. آهای مردم دنیا، بیاین بیاین تماشا، شهر فرنگ دنیا از همه رنگ دنیا. آه قصه رستم و دیب، قصه بیژن و جیب، قصه خواباج، قصه اکبر. به 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 شاخ شمشاده. سلام. سلام. الهی قربون قدمت بشین. بالاخره اومدی پسر حاج اسماعیل خوشگنابی. به 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 لطف کردی. چمیدون چه بعد چمیدون بعد بریم. بفرمایید بفرمایید. سلام. خوش اومدید. بفرمایید. به 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 چه لطفی کردی، خونمون رو منور کردی. به 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 خوش اومدی. از میان ستارگان اطراف خورشید در هنگام کسوف کلی عکس برداری می کنیم. شش ماه بعد از همان میدان، هنگامی که خورشید وجود ندارد، عکس می‌گیریم. عکس‌ها را با هم مقایسه می‌کنیم. البته اولین بار هیئتی به سرپرستی سر ادینگتون انگلیسی این عکس‌های مقایسه‌ای را گرفت. نتیجه حاصل مطابقت عجیبی با پیشگویی پروفسور اینشتین داشت. یعنی چقدر؟ 1.75 ثانیه قوس. آفرین به این حافظه. پس ما به چه نظریه‌ای میرسیم؟ که نور در میدان جاذب خم میشه. بارکلا، آفرین. حالا خسوف اقمار مشتری رو هم تحقیق میکنیم. کسی اسم آنها را میداند؟ چرا میخندید؟ استاد محمد حسین قمرهای شمسی توی شعر ثبت کرده، خیلی بامزه است، اگه اجازه بدیم براتون بخونه. باز هم محمد حسین؟ بخوان ببینیم. استاد شعر که نیست، یه چیزی گفتم برای اینکه بهتر یاد بگیر. ملوصف به قول معروف برای دل ما بخوان. اگر یک ماه روی گرد زمین است، به گرد مشتری افزون برین است. چهار افزونگر محرو به گردش، از این رو این ستاره بس سمین است. نخستین ماه را یونان باشد، اروپا نام ماه دومین است. گانیمد ماه سوم از اساطیر، همان ساقی نامی سومین است. اگر گفتی تو نام ماه آخر، گالیستو نام ماه آخرین است. نمیدونستم
از علم الاساطیر یونان و روم هم چیزی میدونی؟ یکم مطلع دارم. پس لابد میدونی رب و نوع شعر و شاعری کی بود ها؟ موزها الهه های شعر و شاعری بودند، اما رب و نوع شعر دیونیزوس یونانیان و باکوس رومیان شناخته شده بوده. درست گفتم؟ درست گفتین، چه جوره؟ حالا روشن تا دلت میخواد شعرته بگو. خیلی ممنون. خدا برکت بده. برو. کجا رفته این؟ چه اینقدر دیر کرد؟ خدایه چیکار کنم؟ چیکار نکنم؟ خدایه خدایه بکمت خبری نشد؟ نه Ay oğlan! Tut beni! Kasım! Bilmirsen ne kadar yüreğim istedi seni. در تداول آم که نه، در تناول آم بهش میگن سیم نما. چه سنخیتی داره؟ ماما با بابود ملت فکر میکنن چون یه سیم بهش وصله بعد میگن سیم نما. الان هم یه فیلم فرنگی نشون میده. به ما چه؟ چی؟ نکنه باید بریم سینما؟ آره دیگه. قاسم دست بردار جون مادرت. سینما جای آدم های درست حسابی نیست. حالا ما خیلی درست حسابی؟ ابرین میخونم باز. یه روز میری. تا فعلا نه. فعلا نداره. باید بری. محمد هنوز شعر میگی؟ ای امشب باید برام بخونی. تا یه غزل ناب نخونی دست از سر بر نمیدارم. باشه. خواستم اول بیای غذاخوری های تهران رو ببینیم. از فردا میبرم به رستوران. رستوران؟ نمیدونی چه غذاهایی سرو میکنن. خواستم تو پاک فرنگی شدی به خدا. رستوران غذا سرو میکنن. همینه دیگه. اینجا اگه میخوای به یه سر و سامونی برسی باید چهار کلمه انگلیسی فرانسه بلغور بکنی. برای این کارت راه نمیفته. مسخره است. حق داری مسخره کنی. بالاخره تو
زبون فرانسوی رو مثل زبون مادری حرف میزنی و مینویسی. ولی خب آدم های بی سواد مجبورن یه چند کلمه فرانسوی تو حرف زدنشون به تپانن دیگه. ببخش، اصلا قصدم اصلاح ادب نبود، منظورم چیز دیگه بود. ضمناً یه فکری هم برای این لفظ قلم حرف زدنت بکن. ناسلامتی با یه آدم بی سواد پایتخت نشین داری حرف میزنی ها؟ اختیار داری ابوالقاسم شیوا. چه روزایی بود. زین همراهان همراز من تنها تویی، تنها بیا، باشد که در کام صدف گوهر شوی، یکتا بیا. یارب که از دریا دلی خود گوهر یکتا شوی، ای اشک چشم آسمان در دامن دریا بیا. ما ره به کوی عافیت دانیم و منزلگاه انس، ای در تکاپوی طلب گم کرده ره با ما بیا. ای ماه کنعانی تو را یاران به چاه افکندند، در رشته پیوند ما چنگی زن و بالا بیا. مفتون خیشم کردی از حالی که آن شب داشتی، بار دگر آن حال را کردی اگر پیدا بیا. شرط هواداری ما شیدایی و شوریدگیست، گر یار ما خواهی شدن شوریده و شیدا بیا. باورم نمیشه. ایوالله محمد، ایوالله، به خدا همه اینا رو باید بدم چاپ کنن. نه بابا، تو هم اغراق میکنی محمد. اینه که تو گفتی شعر نیستن، جواهرن، میفهمی؟ قاسم، قلیون برات ضرر داره، نکش. از رفیقات چه خبر؟ رضا خان، احمد شاه، گربه بای هر دوتاشون. به ما چه؟ تو رو خدا حالمونو خراب نکن. قرار شد حرف بزنیم دیگه، اوضاع مملکت خیلی بیریخته. محمد، اگه قدر خودتو بدونی به همه جا میرسی، به همه جا. تخت من جمشید دیدن اسکندر دارانه. دارانه دی sana ey gül ne diyerlerse inanma, senden de gelip günde Süleyman ediyorlar. Kasım, bu olur mu? Kasım, bu olur mu?
دختره میگه مگه تو نگفتی اگه بیای آمریکا خوشبخت‌تر میشیم؟ مرده میگه باید صبر کنیم، گندم میکاریم، پولدار میشیم. دختره میگه من دیگه طاقت ندارم، میخوام برگردم خونه ننه بابا. دختره میگه من دیگه طاقت ندارم، میخوام برگردم خونه ننه بابا. مرده میگه زنی که جهاز نداره این همه ناز نداره. دختره میگه مردی که نون نداره یه متر زبون نداره. آی سپلش بینم جوجه باکلی، اینا رو دارم به هم دیگه میگم، مگه تو فرنگستون هم جاز ماز میبره واسه دختر؟ ساکر من بهتر میدونم یا تو؟ آره بینیم بابا. خب اینجا دیگه ما بین دختر و مرده حسابی شکراب میشه، میزنم به هم. دختره میگه لااقل یکی دوتو من خرج راهمو بده تا خودمو تا خونه ننم برسونم. مرده میگه زرش زرش بروی ماه. بینم جوجه فوتبالی ما رو دست انداختی، این مزخرفات چیه که بلغور میکنه؟ خفه میشی یا نه؟ الان قسمت خوبشه. آی بچه ها بلون دیستان داره میگه خفه دهن تا بکر جوجه فوتبالی گولستان. بابا الان قراره سرخ پوستا بیان، یه دو دقیقه زبون به دهن بگیرین تا بقیهشو براتون تعریف کنم. جیگر داراش بلندشم ببینم بشکم سوارانند. جمال رحمت او جلوه می دهم به گناه، که جلوگاه جلالش گناهکارانند. اون که با ما همه در کار دل آزاری بود، می شد و کار دل زار همه زاری بود. باز با ما سری از ناز گران دارد یار، نکند باز دلی با دگران دارد یار. شنیده ای توان انتظار یار کشید، نمی توان وسط کوچه انتظار کشید. نظرم تا به سر زلف تو دل دار افتد، گذر این دل سودا زده بر دار افتد.
چون گل از پرده به بازار شدی میترسم راز سربسته ما بر سر بازار افتد. پدر عزیز و بزرگوارم اکرم السلطنه و شوهرشان الحق که در میزبانی سنگ تمام میگذارند و مرا از فرزندان خیش هم عزیزتر میدارند، اما متاسفانه دلواپسی ها و نگرانی های ایشان برای من با عرض شرمندگی آنقدر زیاد است که مخل آسایشم شده است. مدام از پشت در اتاق مواظبم هستند. من بی اذن ایشان جرأت آب خوردن هم ندارم. باورتان نمی شود دیروز ابوالقاسم را دیدم. مدتی با هم سپری کردیم و دیر وقت به خانه برگشتیم و آنها طبق معمول تصور کردند که من گم شدم یا بلایی سرم آمده است و هرچه به ایشان می گویم قصد اسباب کشی دارم زیر بار نمی روند. اگر عنایت فرموده خطی بنویسید تشکر کرده معروض بفرمایید به بنده اجازه دهند به خانه دیگری بروم، بلکه استقلال بیشتری داشته باشم. همچون همیشه رهین منت حضرت عالی خواهم بود. فرزند نازک دلتان محمد است. مطمئن نیستم این استقلالی که محمد از ما خواسته به نفعش باشه. منم مدتی به همین فکر میکنم. شاید بهتر بود امر میکردی تو همون منزل اکرم و سلطنه اقامت کنه. حق با توه، ولی نمیدونم چرا در مقابل خواستهاش زبونم بند. نه بهش نمیتونم بگم. Heydar baba, yar yoldaş döndüler, bir bir məni çöllə qoyub çöndülər. Çeşmələrim, çıraqlarım söndülər. Yaman yerdə gün döndü, axşam oldu. Dünya mənə xərabi şam oldu. Bir soruşun bu qarqınmış fələkdən, nə istəyir bu qurduğu kələkdən? Dəynə keçir dulduzları ələhdən. Qoy tökülsün bu yeryüzü dağılsın. Bu şeytanlıq qurğusu bir yığılsın. Heydər baba, qarlı dağlar aşanda, gecə kərvan yolun azıb çaşanda, mən hardasam Tehranda yakyaşanda, uzaqlardan gözüm seçər onları, xiyal gəlib aşıb geçər onları.